سلام و ساعت خوش. آرش سیگارچی هستم و در این دوشنبه 25 بهمن همراه شما خواهم بود در برنامه روی خط. پیش از این اعلام شده بود که امروز روی خط همزمان با والنتاین به دوستی‌های اینترنتی خواهد پرداخت. منتها بقایای امروز ایران موجب شد تا همکارانم تصمیم بگیرن این فرصت رو در اختیار شهروندان ایرانی قرار بدن تا مشاهدات خود از اعتراضات و یا برخوردهای صورت گرفته رو در روی خط امشب بیان کنن. اگر امروز در تهران و شهرستان ها به خیابان رفتید و مایلید روی خط بیاید، از طریق راه های تماس اعلام شده میتونید با برنامه روی خط امشب در ارتباط باشید. تلفن برنامه رو هم تا چند لحظه دیگر خدمتتون اعلام میکنیم. اگر می خواهید روی خط باشید با شماره تلفن 202-692-4376 تماس بگیرید. روی خط @voanews.com و روی خط @blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست. خب حجم نظراتی که بینندگان برای ما در ساعات گذشته فرستادن اونقدر زیاده که خواهش کردیم از همکارم ماندانا تدعیون که زودتر به استودیو بیاد و بخشی از نظرات رو در همین ابتدای برنامه منعکس کنه. خب سلام بر تو ماندانا عزیز. سلام بر تو آرش. خب در این بخش می‌خواستم اول یه نگاهی به وبلاگ داشته باشیم چون وبلاگمون نظرات زیادی روش نوشته شده. ویزا نوشته که من در رشت در خیابان مطهری بودم، تعدادمون به چند هزار می‌رسید اما اینقدر فشار رو مأمور زیاد بود که نتونستیم شعار بدیم. یک بار یکی از بچه‌ها شعار داد، چند نفر و او را گرفتن. فکر میکنم همین حضور ما پیامی برای حکومت داشت. مریم اسکندری شمالی نوشته که کاش بودید و میدیدید امروز ده ها هزار نفر از مردم تهران در خیابان بودند و البته همین تعداد مامور، هرچند ماموران ما را میزدند اما ما ماندیم. مریم گفته که مگر نمیگفتند فتنه مرده، هرچند صدا و سیما فیلم های امروز را نشان نمیده. مطمئنم که برای آقای خامنه ای نشان میدهند. آقای خامنه ای دیدید قدرت ما را. پروانه نوشته که ما زنده ایم، بعد از یک سال انرژی مضاعف گرفتم وقتی دیدم من تنها نیستم. از برادرانم تشکر میکنم. وقتی ماموران گاز اشکاور زدند آنها سطح های زباله را آتش زدند تا گاز ما را اذیت نکند. بیننده به نام رسولی گفته که از روی کنجکاوی 22 بهمن هم در خیابان‌ها بودم. با آن همه تبلیغات امروز حداقل سه برابر جمعیت آمده بود و این در حالی بود که این همه مأمور وجود داشت تا با مردم برخورد کند. آفرین بر ایرانیان. شقایق از امیرآباد گفته که مگر نمیگفتند فتنه مرده؟ آقای خامنه‌ای میدانم نزدیکانت فیلم‌ها را به تو نشان میدهند، بدان که ما زنده ایم، جنبش سبز زنده است. حبیب از بازار اصفهان گفته که امروز در اصفهان صحنه دیدم که اگر ندیده بودم باور نمی کردم. ماموران یگان ویژه زن میان سالی را کتک می زدند. بهمنی از میم امام حسین، میدان امام حسین نوشته که میخواهم به آقای موسوی و کروبی تبریک بگویم. شما خواستید و ما آمدیم. میگفتند فتنه سبز به اغما رفته، ما آمدیم تا نشان دهیم کس دیگری است که از ترس ما مرده است. رضا از تهران گفته که دیروز 24 بهمن در مسیرهای خیابان آزادی و امام حسین دیدم که گزارشگران به میان کسبه رفتن و از آنها پرسیدن امروز چه روزیه و از آنها خواستن پاسخ بدن امروز 25 بهمن و خبری هم نیست. رضا در ادامه گفته که بعضی بدون اطلاع خواسته خبرنگاران صدا و سیما را اجابت کرده و این طور پاسخ دادن. گزارشگران صدا و سیما با نمایش تصاویری از تردد عادی ماشین ها در خیابان آزادی امام حسین و انقلاب وانمود کردند که اینجا خبری نیست. و حمیدرضا گفته که امروز در برخی خیابان‌های تهران مردم شعار می‌دادن نترسید نترسید. مصر هم همین جوری بود. مصر کجا اینجوری بود؟ اینجا ماموران با قساوت با مردم مقابله می‌کنن اما این دائمی نخواهد بود. ممنونم ازت ماندانا و این قول رو ازت می‌گیرم تا انتهای برنامه هم دیدگاه‌های بینندگانی رو که برای ما می‌فرستن حتماً آماده سازی کنیم و منعکس کنیم تا تقریباً همه نظرات شما بیننده‌ها رو داشته باشیم. تا چند لحظه دیگه برمی‌گردیم برای اینکه خدمتتون مهمان برنامه رو معرفی کنم. اما
همونطور که تو بخش‌های خبری دیدید و شنیدید در پی فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای راهپیمایی در حمایت از حرکت‌های مردمی در مصر و تونس، از دو روز امروز تهران شاهد ناآرامی‌هایی بود. گزارشی در همین رابطه آمده است. این اولین فیلمی است که امروز از سوی شهروندان تهرانی بر روی شبکه‌های اجتماعی مخابره شده. فردی که بالای جرثقیل رفته تا پرچم و عکسی را آن بالا نصب کند و مأمورانی که به دنبال پایین کشیدن این فرد هستند. و فیلمی از مأموران موتورسوار در خیابان‌های تهران. معترضان از شب گذشته به استقبال روز 25 بهمن رفته بودند. مرگ بر دیکتاتور! Reports that people are very calmly and quietly gathering and walking towards Freedom Square. تلویزیون الجزیره امروز از حضور گسترده پلیس در خیابان‌های تهران و راهپیمایی آرام مردم در مسیرهای منتهی به میدان آزادی خبر داد. وبسایت‌های اصلاح طلبان از صبح امروز اعلام کردند که ارتباطات تلفنی میرحسین موسوی، زهرا رهنمرد و مهدی کروبی قطع شده و نیروهای امنیتی مسیر خانه آقای موسوی را مسدود کردند. رهبران اصلاح طلبان با وجود رد درخواستشان برای راهپیمایی از سوی وزارت کشور بر برگزاری این راهپیمایی تاکید داشتند. سایت ندای سبز آزادی می نویسد مهدی کروبی که 4 روز است در حصر خانگی به سر می برد، گفته مردم خودشان می دانند چه باید بکنند. محدودیت برای رسانه ها باعث شده اطلاع رسانی وقایع امروز با کندی صورت بگیرد. ویدیوهای تازه‌ای از حضور هزاران نفر از معترضان در نقاط مختلف تهران و چند شهر دیگر دقایقی پیش بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه که به تهران سفر کرده امروز با محمود احمدی نژاد دیدار کرد. ارتباطات اینقدر گسترده شده نمیشه چیزی رو از مردم پنهان کرد. او با اشاره به تحولات منطقه گفت در دنیای جدید که بحث ارتباطات گسترش پیدا کرده چیزی را نمیشود از مردم پنهان کرد. او همچنین گفت وقتی رهبران کشورها به خواسته های ملت ها توجه نمی کنند، خود مردم در جهت احقاق خواسته هایشان وارد عمل می شوند. کیانوش سنجری، صدای آمریکا. بیننده برنامه روی خط هستی در این دوشنبه شب به وقت ایران. اجازه بدید پیش از هر چیز تلفن ها رو باز کنیم و ببینیم بینندگانی که از ایران هستند از مشاهداتشون چه خواهند گفت. اول از همه بریم به شیراز. حمید روی خط هست، سلام بر شما، نظرتون رو میشنوید. الو، خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید آقای حمید. سلام، حال شما خسته نباشید. خب از امروز شیراز چه خبر؟ چون در خبرهایی که خبرگزاری ها دادن به شیراز هم اشاره کردن، آیا در شیراز تجمعی بوده؟ الو، صدای من داری؟ بله صدای شما رو داریم آقای حمید. والا من امروز خودم بودم تو تجمع، حقیقتش خیلی خوشحال شدم چون که واقعا جمعیتی که امروز من دیدم خیلی امیدوار شدم. برآورد شما چیه؟ چقدر جمعیت بود و چه چیزی؟ آیا خواسته یا شعاری رو مطرح میکردن؟ جمعیت رو خب بخواه حدس بزنی، خب خیلی شروع بود، از میدان علم گرفته تا فلکه نمازی تا خلبرین کلن شروع بود. شعار مختلف میدادن، از جوان بود، نوجوان بودن داخل این تجمع. حتی من چیزی جالبی که دیدم، خیلی افرادی دیدم که همسن پدر مادر خودم بودن و شعار میدادن و جوان ها رو تشویق میدادن. حمید به من و بینندگان لطفا بگو که خود ماموران انتظامی و احیانا امنیتی چگونه بود؟
برخورد مامورای نیرو انتظامی صرفا خود نیرو انتظامی کاری با مردم نداشت، فقط میگفت تجمع نکن. منتها بسیج و یه گروه خاص که موتور سوار بودن و پوشیدن بودن شدیدن با مردم برخورد میکردن. حمید عزیز اجازه بده با بیننده‌های دیگه هم صحبت کنیم از شهرهای دیگر، امیدوارم روی خط باشی که باز بتونیم از تو اگر سوالی بود بپرسیم. بریم به سراغ امین در تهران. آقای امین سلام بر شما، امروز در تهران خبرهای زیادی بود، شما چه مشاهده‌ای داشتید؟ آیا امروز بیرون بودید؟ مشاهده‌ای که امروز خب اتفاق بود، منتها به اون نحوی که این دوستمون از شیراز میگفتن تو تهران اینجوری نبود. تو تهران این بود که یک مثلا گروه‌های شاید مثلا 50-60 نفری مثلا با یک پوشش‌های و مثلا بعضن این دستبند سبز اینا به خودشون بسته بودن بلد. یه دفعه حمله می‌کردن تو خیابون، یه خانم چادری اگه می‌دیدن چادرشو می‌کشیدن به مردمی که عادی بودن حمله می‌کردن. آقای امیر فیلمایی که بیرون اومده چنین صحنه‌هایی رو نشون نمیده و من امیدوار هستم که بیننده‌هایی که میان روی خط واقعا مشاهدات خودشون رو بیان کنند، چه حالا کسانی که در تجمع شرکت کردن که چه کسانی که مخالف این تجمعات هستن. خواهش میکنم که از چارچوب اخلاقیات و راستگویی خارج نشیم، چون به هر حال این تریبون تریبونی است که در اختیار شما قرار گرفته تا مشاهدات واقعی خودتون رو بیان کنید. به قول معروف اغراق کردن از هر گروه و هر فردی قابل قبول نیست. بریم سراغ خانم رویا از تهران روی خط هستن. خانم رویا بیننده به نام امین الان روی خط بود و میگفتش که به گونه دیگر خلاف آنچه فیلم ها نشون میداد داشت روایت میکرد. مشاهدات شما از تهران چیست و چه دیدید امروز؟ درود بر شما آقای سیگارچی و همه بینندگانتون در همه جا دنیا. والا اون چیزی که آقای امین دیدن با اون چیزی که ما در تهران خودمون توی خیابون‌ها حضور داشتیم خیلی متفاوت بود. من اون چیزایی که آقای امین دیدن ندیدم. من ساعت 3:30 رسیدم میدان انقلاب، بعد دیگه نیروهای امنیتی که اصلا من فکر میکنم به اندازه مردم نیروی امنیتی تو خیابون بر بود. به اندازه ها اشاره کردی، امین میگفت 50 نفر، دستای 50 نفری. شما چه مشاهده ای داشتید امروز؟ تعداد مردم معترضان چقدر بود؟ دسته های 50 نفری که دوستان نیروی انتظامی بودن که همه با هم دیگه اینجا مثلا 50 نفر یه جا با هم حمله میکردن، ولی اون چیزی که من توی انقلاب دیدم بیشتر بودن. نمی‌دونم که چند نفر بودن. نمی‌تونم تعریف کنم. برخورد نیروی انتظامی اشاره کردید. آیا این برخورد فقط از سوی ماموران نیروی انتظامی بود یا از نهادهای دیگری هم مامورانی بودند؟ آقای سیگار، این چیزی که این واقعا توجه منو جلب کرد این که بسیجی و سپاهی ها اصلا با مردم کاری نداشتن، ولی نیروی انتظامی اصلا نگاه نمی‌کرد که کسی شعار میده شعار نمیده، فقط هم میکرد کار دشکوه رو پس میکرد، بعد پشت سرشون خودش با باتون میومد. سرکوب اصلا به شدت بود، یعنی اصلا کسی تو میدون انقلاب نبود که سرش نشکسته باشه یا باتون نخورده باشه. بله. یعنی اگه شما که کسی رو میدید تو میدون سر شکسته داره خون میاد خیلی باتون رویا حتما بحث رو با تو ادامه میدیم. امیدوارم شما روی خط باشید. فقط به خدمت همکارانم عرض کنم که در اتاق کنترل ما صداشون رو در استودیو میشنویم، اگر این مشکل رو هم رفع کنن فکر میکنم خیلی بهتر باشه، مزاحم بینندگان هم نمیشن. بیننده دیگری از شیراز داریم، نسرین روی خط هست. خانم نسرین بذارید ببینیم مشاهدات شما چه هست و شما چه دیدید امروز در شیراز؟ امروز در شیراز خیلی استقبال بی‌نظیر بود، عالی بود، ولی نیروهای امنیتی حمله می‌کردند به مردم. دو تا خانم جلوی ما خوردن زمین که ما حمایتشون کردیم و یک اتوبوس بزرگ در میدان ابی‌وردی ایستاده بود، چند تا نظامی توش نشسته بودن و منتظر بودن که مردم رو بگیرن و سوار اون اتوبوس بکنن. و خیلی افراد مسن بودن که جوانها رو تشویق میکردن و خود من هم حدود 60 سال دارم که جوانها رو تشویق میکردم و افتخار میکنم به جوانایی که به خصوص دختر خانمان که حتی با چادر اومده بودن و بالای یک درمانگاه روی پشت بام هم نیروهای انتظامی رو دیدیم. درمانگاه امام رضا در میدان نمازی که همه اونها داشتن از مردم فیلم و عکس میگرفتن و
اسلحه هم اون بالا کار گذاشته بودن. خیلی امیدوار شدم. خانم نسرین، این شما دومین نفری هستید که از شیراز امروز روی خط ما آمدید و اشاره کردید به این موضوع که افراد مسن با جوان‌ها بودن. البته شما حتما جوان هستید و دلتون جوان هست. بیننده‌های دیگری هم روی خط هستن. امیدوار هستم که بتونیم این فرصت رو داشته باشیم که با همه صحبت کنیم، نظر همه رو داشته باشیم. مهمانانی هم برای برنامه امشب در نظر گرفتیم که به موقعش معرفی خواهیم کرد و با اونها سعی می‌کنیم بیشتر بحث تحلیل این وقایع رو داشته باشیم تا بتونیم یک برنامه کامل رو در این 45 دقیقه روی خط خدمتتون عرضه کنیم. تا چند لحظه دیگه برمیگردیم برای اینکه اولین مهمان برنامه رو خدمت شما معرفی کنم.